مردم ایران و تیرهای ایرانی چیه؟ آقایون و خانمهای صهیونیست که اومدید 20-30 ساله چنگ انداختین، مانند پنجه باز کردید، مانند چی بگم، مانند هشت ماه خودتون انداختین روی بال شرقی و بال غربی ایران شهر، دست گذاشتین رو دو تا تیره بزرگ و پرجمعیت ایرانی که کردها و پشتونها باشن، که ما که گناه نکردیم که گیر شما افتادیم، که ما هر بار به شما کمک کردیم و شما زدین دست ما رو شکستین، یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، بازم میگم به کمک آنوسی ها و یهودی های مشهد افغانستان از ایران، یعنی پول دادن به انگلستان، پول کلونی دادن. ببینید یک واقعی رخ میده در مشهد در سال 1218 خورشیدی یا 1839 به نام رویداد الله داد معروفه، درگیری میان مسلمانان و یهودیان مشهد و که هر دو سوشون هم نادون بودن، اینطوری نیست من الان بیام بگم هواداری از کسی بکنم، چون یک ایرانی آگاه هیچ موقع با همیهنش که باور گوناگون داره نباید درگیر بشه، نه هر چیزی رو میشه نقد کرد، ولی ستیز سازمان یافته و با همیهن ممنوعه و نادرسته و ناپسنده. درگیری میان یهودیان و مسلمانان میشه، برخی از یهودیان مشهد برای که کشته نشن به ظاهر مسلمان میشن ولی در خونه یهودی میمونن، دو تا نام برای خودشون گزینش میکنن، یه نام در جامعه، یه نام هم در خانه که اون نام عبریشون بوده. و اولین کسی هم که این رو گزارش کرده یک مبلغ یهودی عیسویه به نام جوزف ولف که شهروند انگلستان بوده ولی پدرش یه خاخام آلمانی بوده، یک ملای یهودی آلمانی بوده. یه بار سال 1000 اگر اشتباه نکنم 1831 ببخشید میره به مشهد و بار دیگه 1844 میره به مشهد، بار دوم که میره اونجا براش تعریف میکنن که چه اتفاقی افتاده، 5 سال پیش درگیری شده، برخی ها به زور مجبور شدن، آنوسی شدن، یعنی به زور، چون یه واژه عبریه دیگه، جمعش میشه آنوسین، که ما به زور عبری شدن، مسلمان شدن، ولی خب در خانه آیین یهود رو به جا میارن و رهبر اون زبانشون هم شخصی بوده به نام ملا شخصی بوده به نام ملا مهدی که نام یهودیش ملا مشیا بوده، حالا خیلی جالبه نامش ملا مهدی بوده، یعنی از همون کسانی بوده که از ترس جان خودش و خانوادش مسلمان میشه بیچاره، ولی که ولی این نامش رو یهودی ها بهش میگفتن ملا مشیا، چون این خاخام یهودی بوده و در خانه آیین یهود رو به جا می آورده. و ملا مشیا این به اون مبلغ انگلیسی که تبار آلمانی داشته میگه که ما در بس در اختیار انگلستانیم، لطفا به ما کمک کنید، حتی یادآوری بکنید به انگلستان که این ما بودیم که عمده تجارت تریاک رو با هماهنگی انگلستان در خراسان انجام میدادیم، یعنی عمده فروشی تریاک دست ما بوده و این ما بودیم که کمک کردیم به انگلستان برای کمک همه جانبه کردیم به انگلستان برای گرفتن افغانستان که در واقع تجزیه اون مناطق از ایران. اینو گفتم که فردا کسی نیاد بگه بی سند و مدرک. این آقای نامش یادم میره، جوزف ولف رو گفتم، آقای ملا مهدی یا ملا مشیا رو گفتم، واقعی الله داد رو گفتم. خودتون پژوهش بفرمایید همیهنان گرامی، که ازتون خواهش میکنم ما یه برنامه دست کم یک ساعته رو باید به این رویداد الله داد بپردازیم، به ویژه در این روزایی که همتباران و همزبانان ما دارن در افغانستان کشته میشن و احتمال تکه پاره شدن افغانستان با برنامه های موساد هست. من در خدمتتون هستم. سپاسگزارم از شما جناب مهراد عزیز. سعید جان شما صحبتی داری بگو که جمع‌بندی کنیم و تمام. این ویدئو رو اگه صلاح بدونید خیلی کوتاه نشون بدید. آن ویدیو رو نشون بدیم؟ شما گفتید نشون ندیم که. نه میخواستم اینو بگم بعد نشون بدیم اگه اجازه بدیم، چون بیشترش یه دقیقه ای دو دقیقه ایه اگه امکان داره. آره نشون بده مراد نشون بده. آره کوتاه از ویدیو دوباره شماره دو، چون زیرنویس داره ویدیو دوباره شماره دو سه چهار اینا فکر میکنم هر کدوم یه دقیقه ای باشه. اصلا همه رو پشت سر هم نشون میدم دیگه. اون فیسبوکر هم نشون بدم؟ فیسبوکی رو فقط همینو بگم، چون گفتم همیهنان ما بدونن، یه عده فیلیپینی هن احتمالاً یا تبار تایلندی دارن، اینا یهودی شدن یا یهودی بودن، من نمیدونم تایلندی و فیلیپینی با این چهره چطوری میتونه
یهودی باشی، میخوام نشونتون بدم که امروز این برچسب یهود ستیزی دیگه به کسی به عنوان نژاد ستیزی نمیچسبه، چون در یهودیان هم آریایی هست، هم سامی هست، هم از فیلیپین و تایلند و نمیدونم جزایر گومبا گومبا کلی آدم انتقال دادن به اسرائیل، از جزایر ننه قمر کلی بردن، هر جا فکر بکنی یه عده رو برداشتن بردن. ما یهودی سیاپوس زیاد داریم، پس این برچسب نژاد ستیزی دیگه نمی، ما مشکلی با نژاد کسی نداریم و اسرائیل از اصلا رنگین کمان نژادهاست. ما مشکلمون با آموزه‌های نادرست تورات و تلمود و تنخ، همون گونه که مشکلمون با آموزه‌های جامعه ستیز قرآن و مشکلمون با سیاست‌های دولت اسرائیل، نه با مردم اسرائیل که خیلی هاشون هم شهروند درجه دو و درجه سه، هم یهودیای سفارادی بیچاره و یهودیان سیاپوس که شهروند درجه دو هم، حتی برخی از این یهودیای سفیدپوست بهشون خونه اجاره نمیدن و باشون درگیرن. و برای همین امروز فقط اینو میخوام بدونید که سالهای سال، بیش از 20 سال اسرائیل داره کار میکنه روی پشتونها، چون شوربختانه درصد بی سواد توشون زیاده و تنگ دست و ندار و فقیر توشون زیاده و یکی از بهترین گزینه ها بودن برای این پروژه کثیف و پلید و پلشت پیدا کردن ده تیره گم شده. انگار اینا دنبال مثلا چه میدونم، دنبال نگم بهتره، انگار دنبال چی میگشتن که انگار یه تیره رو پیدا کردن، انگار به همین سادگیه و به همین خندداریه که بیای ادعا بکنی من تیره پیدا کردم. افراد مختلفی در اسرائیل و بیرون از اسرائیل دارن کتاب می نویسن، مقاله می نویسن، برنامه‌های رادیو تلویزیونی در این باره درست میکنن و تونستن شماری از پشتونا رو یهودی بکنن و به اسرائیل انتقال بدن. نشون بدین سپاسگزار باشم. یه چیزی بگم دکتر، خندم گرفت، انقدر این مراسم نمایشی بود، یعنی معلوم بود یه سری از این بنده خدایی که اونجا مثلا تمکن مالی نداشتن ازدواج کنن و فلان اینا رو جمع کرده بودن، این آهنگو به زور لوله تانکی زانوی چیزی کرده بودن تو حلقشون. برید نگاه کنید دوستان، این ویدیو خب هستش تو فیسبوک هم هست، برید نگاه کنید. خواننده وقتی میخونه بقیه یواش یواش اونم دو سه تاشون، بعد سر جایی که قرار گذاشتن داد بزنن فقط دهنا باز میشه بسته میشه. خیلی احمقن اینو.
ببین ویدیو جدبان دقت کردین اونایی که داره آواز میخونه و اونایی که برگزار کنندن همه اسرائیلی هن، اینایی که درست نمیتونن بله. بخونن هاج و واج دارن نگاه میکنن تایلندی هن فیلیپینی بله هم. اصلا همینجوری موندن دارن نگاه میکنن، معلومه اصلا دستوریه این کار، دستوریه بیچاره اون بچه ها پایین هم دارن الکی جیغ میزنن دیدین این دیگه. یکی داشت با یه پسر بچه داشت با چیزش بازی میکرد بریم سراغ ویدیو بعدی. خب تقصیر جناب قاسمی ها، ببین There is even a sub-tribe called Waziri, known for wearing its hair long. In biblical times, Naziri, such as Samson, also did not cut their hair. So you have Reuben, Gad, Ephraim, Shimon, four more tribes. So we actually located nine of the tribes. Or let me put it differently. We think we located nine of the tribes. If we haven't located nine of the tribes, then it's a very strange coincidence going on that you have all these people with biblical names, with biblical practices, with an Israelite memory, exactly where they should be according to the biblical map. As in the Bible, the Pathans still engage in animal sacrifices for religious purposes. I am of the Musahel, the people of Moses. We make sacrifices of sheep. For example, at a wedding festival, our elders would sacrifice four sheep. Today, when times are good, a man can sacrifice 10 sheep. We make these sacrifices to please God and the people too. Also, some people used to light oil lamps on Friday nights to ask for forgiveness and blessings from God. Such are our traditions. We are in a country that is supposedly dominated by Muslims, but not Muslims, just any Muslims, Muslim fundamentalism. And yet we come face to face with people that say we are Musahel. We are from the people of Moses. We did look further. We were tipped off that across the border in Pakistan, there was another stone rarely mentioned by Western scholars. Look at that. There it is, right over there. What is it? What is it? Here, the stone was accessible. To our surprise, we discovered that it too was not written in Sanskrit, but in the Aramaic alphabet. I see all the letters, the Aleph, the Ayin, and I'm standing in front of this 2,300-year-old postcard from the Lost Tribes. And when we pack up our gear and we go, and I'm like in shock, because I didn't expect to find it. I was thinking it's in Gandahar. I didn't know there was another one here. And there's two more in places we didn't go. And one has on it the Hebrew month of Elul. So then this guy comes up to me and they told me, don't say you're Jewish, don't say anything. یعنی دوستان دقت کنید این ویدیو رو. به این میگن جعل تاریخ. دارن تاریخ رو جعل میکنن. و برای خودشون دارن تاریخ سازی میکنن. که در جهان یک حرفی داشته باشن بزنن. این خیلی مهمه. Because people here are very Muslim, they may not take kindly to you. So he says, why were you able to read that? And I feel, I don't want to lie to this guy. And I said, because I'm a Jew. And this person who's supposed to be my enemy leans over with tears in his eyes, embraces me and says, then you are my brother. So you have like huge
populations or communities that themselves are keeping some Torah and mitzvot. You see, they have so many symbols of Judaism, and like they're Asian. Like they are Asian, but still in the same time they are maintaining ancient traditions of sacrifices or altars or lights candles or having side curls. Peor doesn't trim their beards. They were talitot with string with tchelet. You can see, and those things are amazing. It's amazing. But now I want to tell you what is more amazing than that. What it is more amazing than that is that it's true that now if you'll go to Pakistan, to Afghanistan, to China, and to India, to Syria, to those places, you will find small communities with, let's say, 50 or 100 people. In Africa, you're going to find tribes, you're going to find small groups, communities that still hold a certain tradition and relate to a certain tribe. They will say, I'm from the tribe of Gad, I'm from the tribe of Asher, I'm from the tribe of Zvulun. Wonderful. But like that you can see today in the people of the Jewish tribe, the Yehudim, the Jewish, that some of them are secular and they're not observing Torah mitzvot. And some of them were able to keep the tradition, and they are observant until today. Also, between those tribes, between those lost tribes, the same thing happened. Most of them lost their connection, and only a tiny group, individuals, were able to keep it. Maybe even only one family that stayed until today, connected to their Israeli roots with some kind of tradition. So the fact that you find one community of 50 people, of 100 people in a certain state, is the sign for the fact that the reality is that hundreds of thousands of people that are surrounding them in that area, that today they will be Christians or Muslim or whatever, they are Israelis in the roots of their souls. Maybe they don't know it. Maybe they don't have no recollection to it. Maybe they don't relate to it even. Maybe they don't remember. But the reality is that if there is a leftover in a central place, it has circles on circles of families that were once from the same root. Just that they forgot about it. But it is our obligation to go and to hover, and to blow away all the dust and all the filth from their faiths, for them to come back to their true identity. That's our mission. And that is the mission of Mashiach. That Mashiach will go and blow away all the darkness from the world, and will remind people their true identity. That they are lions. That they are holy souls, that they are branches from an ancient oak, the tree of life itself. The world does not exist. Because Olam Milshon Ne'elem, the world is just blocking the light of truth. Hi everyone, it's Rafael Nana Malay here. Could you turn down the music for a second? Oh my goodness, what a day. Hi everyone. Okay. Shalom from Israel. Reporting live for the Pashtun Times. I'm Rochel Naama Lee. Now, Halal, the Association for the B'nai Israel of Afghanistan and iTribe are presenting a world's first in the holy city of Jerusalem, a conference to awaken the world, in particular world Jewry and Pashtunistan, of the finding of the lost tribes of Israel. Lost for 2,700 years. It seems that the lost tribes, well, you're not so lost after all, and you've just been hidden in plain view all the while. Now, hi everyone. Now, it has been claimed that these lost tribes are the Pashtun people from Afghanistan, Pakistan, and India. And today, the Pashtun Times will be live, will be streaming live portions of this event.
Now, the event is called the 10 tribes from Afghanistan, Pakistan and India at the Yad Ben Svi in Jerusalem. Now, the Yad Ben Svi, Yitzhak Ben Svi, was the second president of Israel. He actually wrote a book. About Pashtuns being the 10 tribes of Israel. این ویدیو خانمی که در رابطه با پشتون و افغان اینا صحبت میکنه برای اسرائیل تا آخرش باید دیده بشه؟ نه اینا رو هر کدوم ایاتون باشه گفتم از دوتا ویدیوی 4 دقیقه هست، هر کدومش رو 1 دقیقه 2 دقیقه فقط مردم ببینن که ما با سند و مدرک سخن میگیم. از این جک و جونورا زیاده، یعنی تا دلتون بخواد مقاله نویس صهیونیست، نمیدونم برنامه ساز در رادیو تلویزیون تو شبکه‌های خودشون سال هاست دارن این کارو میکنن، حتی رفتن نمیدونم از پشمونای پاکستان و افغانستان نمونه خون گرفتن بردن آزمایش کردن. حال اینا خیلی خرابه، اینا اینقدر این اروپایی‌ها به این بیچاره‌ها ستم کردن، آیه تجاوز و کشتار و ستم، اینا رو توی جایی به نام گتو نگه می‌داشتن. بابا برین از اروپایی‌ها انتقامتونه بگیرین. چرا افتادین به جون مردم خاورمیانه بدبخت که خیلی‌هاشون با شما سده‌ها در کنار شما زندگی کردن؟ میخواین همین اندازه کافیه کرد با این بله قطعش کردم. بله سپاسگزارم. از اینا زیاد خاخاماشون میشینن، من ویدیو زیاد دارم، میخواین میفرستم میتونیم بذاریم توی من سپاسگزارم. من فقط جمله پایانی ما عرض کنم این که بسیاری از دوستان یا همرزمان یا عزیزان در اینستاگرام در فیسبوک به ما میگن خب راهکار بدید، ما بارها راهکار دادیم ولی خب توجه نمیشه و دودش هم تو چشم همه ما مردم ایران میره. شما اگر در خارج از ایران یک گروه تیم شاهزاده رضا پهلوی رو ما کاری نداریم، طبق معمول همیشه گفتیم شاهزاده رضا پهلوی رو خاندان ایران ساز پهلوی رو جدا کنید. اگر بعد از این مقطع شما یک گروه، یک فرد، یک سازمان، یک حزب، یک تیم، یک رسانه میهن پرست پیدا کردید، دو تا کار بکنید. اول براش اسم دود بکنید که چش نخوره، دوم به ما معرفی کنید ما هم بشناسیم. بعد راهکاری که داره اینه که هر کسی، هر گروهی، هر جایی شما دیدید گفتن جاوید شاه نگید، به عنوان رسانه با تجزیه طلب، با فدرالیست‌ها، با توده‌ای، با کمونیست، با مجاهدین، با هر بنی بشری از اینا مصاحبه کردن، بلافاصله اونجا رو ترک کنید، توی سوشیال مدیاز ترک کنید، توی رسانه‌های ماهواره‌ای ترکش کنید. جنگیدن با رسانه، جنگیدن در مقابل تبلیغات سو کار هر کسی نیستش که فکر کنه مثلا رفت دو تا کامنت گذاشت الان شرایط رو عوض کرد. اینها یک بخش‌های جنگ‌های روانیه، تأثیرگذاری های مستقیم، غیر مستقیم، با واسطه، بدون واسطه، از طریق رسانه، بسیار بسیار کار روانشناسانه یه که روی جوامع مختلف سالها روانکاوی میکنن، اجرا میکنن. پس با سرمایه های میلیاردی که میذارن، میلیارد دلاری، شما نمیتونید با دو تا کامنت اونها را از بین ببرید و اون بوت رو بشکنید، اون تابو رو بشکنید. تنها کاری که میتونید بکنید اینه که از اونجا خارج بشید، کرکرش رو برای همیشه قفل کنید و بهش بها ندید. در سوشیال مدیا کسی میبینید این کارو میکنه به اسم همبستگی با چپ و راست و وسط و بالا و پایین، خودش میخواد همه جوره چپا رو جا بکنه، بلافاصله اونو از دور خارجش بکنید. کسی میگه جاوید چا نگید، به اسم همبستگی فریب نخورید، با پشت دست شنام بزنید تو دهنش که کلی در کونه بچهش نزده باشه، دندون کرسی از 7 جاش بزنه بیرون. اینها شرط پیروزیه که وقتی مردم داخل ایران دارن صدا میکنن جاوید شاه و میخوان از جمهوری اسلامی گذر کنن، یک سری هستن که ما بارها اینو توضیح دادیم، تعریف کردیم، که مزدور بیجیر و مواجبن، یعنی هیچ ربطی شاید اصلا با جمهوری اسلامی نداشته باشن، هیچ ربطی با مافیا نداشته باشن، اما همون دوست نادانی هستن که بدتر از دشمن عمل میکنن و اتوماتیکوار بدون اینکه چیزی گیرشون بیاد آبا میریزن تو آسیاب دشمن. وای به حال اون کسی که وابستگی داره، حالا یا پرستو نره یا پرستو ماده است یا داره این یا اون، خب در هر صورت داره خیانت میکنه. بنابراین اینها شناساییشون کار سختی نیستش،
مشروعیت ندید، بچسبید به یک خط مستقیم. پادشاه قانونی ما که مشخص شاهزاده رضا پهلویه. راهتون رو مشخص کنید. هر کسی در جریان مبارزه سیاسی یک بار، فقط یک بار خطا کنه، از خط قرمز رد بشه، شماها باید هرچی ماژیک قرمز و رنگ قرمز دارید بزنید روش. اگر این کارو نکنید شما هم خیانت کردید. بعد دیگه دنبال راهکار و دنبال گزار از جمهوری اسلامی نباشید. بذارید مردم داخل ایران تکلیفشون رو خودشون معلوم میکنن، خودشون میدونن چی میخوان. ماها نباید کاری بکنیم که صدای همیهنان داخل کشور رو خفه کنیم. کاری که جمهوری اسلامی و مافیا دارن میکنن سرکوب کنن، ما هم بیاییم سرکوب کنیم. دومی مسئله که چند شب پیش در یه ویدیو عنوان کردیم اینه که در این بزنگاه تاریخی که تمام مافیا با تمام ابزارهایی که دارن، با تمام حکومت‌های دیکتاتوری که آوردن به ما مردم ایران و آریانا تحمیل کردن، زمانش رسیده برای خروج از این بحران، از این تهدید مافیا یک فرصت عالی بسازیم و یک فرصت بهینه‌ای دست داده به ما که ما دو ملت، ملت آریانا و ملت ایران که همه از یک تبار و از یک خون هستیم، با همدیگه همبستگیمونو اعلام کنیم، با هم متحد بشیم، در هر جایی که تجمع میذارن حمایت کنیم. ما مردم ایران هم بریم اگه مطلع شدیم، مطمئنن مردم افغانستان یا همون با نام اصلی آریانا بعد از اون به ما پیوند خواهند خورد. جمهوری اسلامی 43 سال تخم تفرقه و نفاق و بدبینی و کینه رو بین ما دو ملت کاشته. امروز زمان شستشوی این نگاه تلخ و کینه آلوده. مطمئن باشید یکی از چیزهایی که مردم شریف آریانا دارن اینه که از مرگ واهمه ای ندارن. برای کشورشون و برای کسانی که دست دوستی میدهن و پیمان میبندن جان میدهن. بنابراین این بر ما هست که الان به سمت این هممیهنانمون، همتبارانمون، همزبانانمون بریم، ازشون در این شرایطی که طالبان طبق دستور مافیا داره با اسلحه میذاره رو شقیقشون شلیک میکنه کمکشون بکنیم. قطعا در بزنگاهی که قیام مردم ما هست، با توجه به این که بین 3 تا 4 5 میلیون از همین هممیهنان افغان در ایران زندگی میکنن، قطعا یک پتانسیل قوی برای حمایت از ما مردم هستن. این چیزیه که بارها گفتیم، نیازی نداره استراتژی خاصی رو بیاییم برملا بکنیم. راهکاریه که هست، تنها چیزی که از شعارهای ملی فراموش نشه، هر جایی تونستید شعار ملی رو بنویسید پخش کنید. جناب قاسمی بفرمایید. من چند تا مطلب رو بگم راجع به تاریخ سازی جعلی که این قوم داره انجام میده. این سالهاست که زمین سازی این اتفاق دوستان توی خاورمیانه و توی سرزمین های ایران شهر داره انجام میشه. هزینه های بسیار بسیار کلان براش انجام میشه و آدم هایی هم تحت عنوان پژوهشگر، محقق، تاریخ نویس، تاریخ نگار، دلال سیاسی، بقال سیاسی، محقق سیاسی و انواع اقسام این لقب ها بهش دادن برای اینکه این زمین سازی رو توی هم ذهن همتبارانمون در افغانستان، هم در سوریه، هم در عراق، هم در ایران، هم در ازبکستان، هم در آذربایجان، چیز تاجیکستان و سرزمین هایی که متعلق به ایران شهر بوده، این داره انجام میشه. این زمین سازی داره انجام میشه. سرمایه گذاری گفتم بسیار بسیار کلانی هم براش انجام شده. نمونهش در داخل ایران اگر بخواید نگاه کنید، همین منوچهر ساشمشیه که میگه من 60 ساله که دارم بر علیه ایران مبارزه میکنم. روزنامه نگاری که میگه من 60 ساله که دارم بر علیه ایران، نه جمهوری اسلامی ها، این وقتی میگه من 60 ساله دارم مبارزه میکنم، 43 سالش مال جمهوری اسلامیه، بقیهش رو شما بزنید با مبارزش با حکومت شاهنشاهی ایران. بنابراین اینو بسیار بسیار مهمه که دوستان در نظر بگیرن. حالا چه چیزی میتونه این تاریخ جعلی و این جعلیات تاریخی رو مستند کنه؟ زمانی که تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران شهری نابود بشه،
بنابراین از یک سو این جریان داره تاریخ سازی میکنه برای خودش، داره مستندات برای خودش درست میکنه، از یک سو داره مستندات ایران شهر رو از بین میبره، نابود میکنه. یکی از دلایلی که هر آثار باستانی در ایران هست از موزه های اسرائیل و یهودیان پولدار سر در میاره همینه که اینا از چشم افکار عمومی پنهان بشن، براشون کارهایی انجام بشه، جعل بشه به نام قوم فلان که حالا اسمشون میارم دیگه، به نام اینها مصادره بشه. شما میبینید الان هر از گاهی توی اسرائیل میان میگن مثلا فلان چیز از فلان سلیمان پیدا شد، بعد وقتی میرون آثار رو نگاه میکنی اکثرش که جعلیه، چهار تا واقعی هم تو شکل اون چهار تا واقعی رو از سرزمین‌های ایران اینا به غارت بردن، حالا خریدن به هر طریقی. ما متأسفانه وطن فروش در داخل ایران زیاد داریم، نمونهش خود جمهوری اسلامی. این خیلی مهمه که اولین هدف این موریان خاورمیانه نابودی تاریخ و تمدن اصیل ایرانیه. زورشون نرسید تا الان، و الا تمام آثاری که الان در داخل ایران هست اینها هم از بین میبردن. البته دارن میبرن، مثلا مثل بیستون دیگه دکتر، درسته؟ بله، در کرمانشاه در صحنه. بله شما اگر هم برید نگاه کنید میبینید پایینشو زمین کشاورزی کردن، بالاشم فاضلاب رو آزاد کردن. چرا این کار رو میکنن؟ برای اینکه آرام آرام نابود بشه. یا تو اکثر بخشهای به قول معروف که نمادهای تمدن و تاریخ ایران شهر هست همین کار رو کردن، تاق کسرا هم همین کار رو کردن و جاهای مختلف. این خیلی مهمه که دوستان بهش دقت کنن و مواظب این جریان باشن. در کل صحبت پایانی من، آیه مطلب دیگه که بگم دکتر، شما سراغ داری که این قوم یا این کشور اسرائیل از هیچ کدوم از تیره های ایران شهری مردمان ایران شهری تا حالا حمایت کرده باشه؟ حالا میگن با جمهوری اسلامی مشکل داریم، خب اینا میگن ما با جمهوری اسلامی مشکل داریم، با بقیه مردمان ایران شهر تو خاورمیانه شما چرا حمایت نکردیم؟ جان من چیزی نگفتم، بگو سعید جان. آره، چرا از دیگر مردمان ایران شهر حمایت نکردید تا کنون؟ با رژیم یا نظام تخمی که توی آریانا و یا افغانستان بود که شما مشکلی نداشتید، که اینا که با اسرائیل که مشکلی نداشتن، چرا از اون مردمان حمایت نکردید؟ چرا در مقابل سرکوبشون سکوت کردید؟ و بخش های مختلف دیگه. جمع‌بندی آخرم دوستان، تمام این اتفاقاتی که داره میفته توی خاورمیانه کارفرمای اصلیش مافیای جهانی مجری ته موریانه خاورمیانه است، مأمور اجراش هم جمهوری انگلنشان آخوندی در داخل ایران. تمام این اتفاقات ریشه داره توی این سناریویی که خدمتون عرض کردیم، اسنادش هم دیدید، بارها هم گفتیم. یک چیز این جریان رو به هم میزنه، همجوری جناب کماکو توضیح داد، این مطلب بسیار بسیار مهمه، حمایت از همتبارانمون در سراسر دنیا. هر کجا تجمعی میذارن همتبارانمون در کشور افغانستان، هر کجا تجمعی میذارن وظیفه ایرانیانه که برن و ازشون حمایت کنن. همتبارانمون در افغانستان هم بدونن دشمن اونها ملت ایران نیستن. اون کسی که به اسم طالبان هم وارد افغانستان شد و افغانستان رو اشغال کرد، در حقیقت هسته اصلیش سپاه قدس یا سپاه اورشلیمه که مال جمهوری انگلنشان آخوندیه، که گروه تروریستیش از این منابر جمع کرد و در یک لباس وارد افغانستان کرد. بنابراین هر کجا شعار میدید نوک حملتون به سمت ایران نباشه، نوک حملتون به سمت جمهوری اسلامی باشه. یه جمهوری اسلامی برای ما آوردن، یه جمهوری اسلامی هم برای شما آوردن، سرنوشت دوتامون هم یکی از نظر اینها. برای اینا فرق نمیکنه افغان باشی یا ایرانی باشی یا عراقی باشی، هدف تیکه پاره کردن ایران و ایران شهره و هدف نهاییشون رسیدن به اسرائیل بزرگی که بتونن خاورمیانه رو ببلعن. کل سرمایه گذاری که اینا کردن اینه. حالا میخواید به هم بریزه، ملت باید هم صدا بشن، فقط و فقط با شعار جاوید شاه هم نه به این عنوان که فردا حکومت ایران پادشاهی بشه، نه، اونو پادشاه ما گذاشته به نوعی برای انتخاب ملت ایران، ولی برای اینکه بازی مافیا رو به هم بزنی، برای اینکه همه رسانه‌های فارسی زبان رو خفه کنید، فریاد جاوید شاه. یه شخصی هم دوستی هم این زیر نوشته بود تو صحبت جناب کمال بود که تلویزیون ایران آریایی
وطن پرسته. نه عزیز من، شما بس صحبت رو گوش نکردی. مافیا وقتی میخواد یک سناریویی رو پیاده کنه، دو جریان رو تو دست خودش میگیره، یعنی جریان منفی و جریان مثبت. هم جمهوری اسلامی در اختیارشه، هم رسانه‌های فارسی زبان. رسانه‌های فارسی زبان تحت کنترل مافیا اداره میشن. یه روزگاری اوایل رستاخیز سیمرغ ما توی ایران آریایی برنامه داشتیم. زمانی که بحث جدی شد، زمانی که بحث از دخالت اسرائیل شد، زمانی که اومدیم دشمن رو به ملت ایران بشناسیم، آریان وطنخواه برنامه ما رو قطع کرد. میدونی چرا قطع کرد؟ گفت شما دارید چارچوب و قوانین تلویزیون من رو زیر پا میذارید. خودش شعورش به این حرفا نمیرسه. ارباب بهش گفت، گفت توی رسانه نباید واقعیت به مردم گفته بشه. بنابراین هر کسی که در هر رسانه فارسی زبانی برنامه داره، مطمئن باشید و مطمئن باشید کاملا مدیریت شده و فیکه. شما نگاه کن، یه نفر که بیاد مثلا قارقار کنه، مثلا یارو کیه؟ احمدی انتری کیه؟ قارقار میکنه، شما چی ازش یاد میگیری؟ آقای احمدی و احمدی ها چی رو میان به شما میگن؟ منوچهر ساش میشی و اسرائیل رو ما دو سال پیش خاکش کردیم. حالا یه گلک بشکه گوی مثل رضا واجبی، نمیدونم رضا حاضریه کیه، یا همین رضا احمدی و همسان اینها، دو سال پیش ما این سه سال پیش ما این پرونده رو رو کردیم برای ملت. حالا اومدن به مرده ای که ما توی گور کردیم دارن لغت میزنن. چرا؟ چون دیگه چیزی دیگه ندارن برای گفتن. اون کسی که توی رسانه میکروفون در اختیارشه، اگر شهامت داره بیاد همین صحبت هایی که توی این برنامه انجام شد، هیچ کدومش هم بدون مدرک نبود، بیاد اینا رو مطرح کنه. دوست عزیز، کسی که توی رسانه ها بهش برنامه میدن، یه سری چارچوب براش میذارن و اون چارچوب هم مطمئن باشید براندازی جمهوری اسلامی نیست، فقط شعار پوچه. شما از یک موسیقی بسیار بسیار لذت میبرید، اما این موسیقی رو اگه 5 دفعه پشت سر هم گوش کنی، حالت به هم میخوره، حالت بد میشه. مأموریت امثال رضا احمدی ها و شهرام و همایون ها و حاضری ها و انوگا، مأموریتشون همینه که بیان حال شما رو بد کنن، بیان انقدر یه چیزی رو بگن که شما اصلا حالت بد بشه. بیان انقدر مثلا بیاد بگه 4 تا فحش میده توی برنامه‌اش همین رضا احمدیه، بعد تهش هم بگه خدایگان شاهنشاه آریامهر جاوید شاه. خب اون فحشه چی بود؟ پس حالا این شخص باید بیاد محتوا به مردم بده. ضمن این که ما ملت ایران باید یاد بگیریم از پای منبر بلند بشیم. پای اون اصلا، شما وطن پرستترین فرد رو بذار میکروفون در اختیارش بذار، خوبه؟ اون وطن پرستترین فرد میگه بیاید بشینید برنامه منو ببینید دیگه. یعنی چی؟ یعنی همه کاراتون رو بذارید فقط ببینید من چی میگم. این چی میگم عمل درش نیست، فقط شما شنونده ای. هیچ فرقی با اون بسیجی که میشینه پا منبر آخوند نمیکنه. اون نشسته داره عراجیف آخوند رو گوش میکنه، شما نشستی داری عراجیف رضا احمدی رو گوش میکنه، یا عراجیف شهرام اومایی رو گوش میکنه، یا عراجیف نمیدونم رضا واضبی رو گوش میکنه. اگر کسی اومد به شما گفت آقا از پای برنامه من بلند شو برو تو خیابون کار عملی کن، اون وطن پرست، اون دلش برای کشورش میسوزه. اون میاد میگه آقا من این امکان 10 دقیقه رو دارم، میخوام این 1 2 3 4 این برنامه رو ارائه میدم، این پلن رو میریزم، این نقشه راه رو میدم، شما برید عملی کنید، نه اینکه بیاد فقط بشینه شعار بده. یکی از این مطالب توی این برنامه رو اگر شما توی هیچ رسانه‌ای شنیدید، برای همین بود که ما اومدیم گفتیم افغانستان را اسرائیل اشغال کرد. بس سپاسگزارم از همه دوستانی که شنیدن، وقت گذاشتن برنامه رو دیدن. لطفاً یه بار دیگه برنامه رو پخش کنید. دکتر مهراد سپاس از شما، جناب کماکوش سپاس از شما، از حضورتون خواهش می‌کنم. بنده ایران جاوید شاه بدرود. دکتر جان شما بفرمایید. خواهش می‌کنم، من به کوتاهی میگم. ببینید، موساد در این سال‌ها به قدری شوربختانه خوب تونسته توی افغانستان کار بکنه، پشتون‌ها و تاجیک‌ها و هزاره‌ها و دیگران در کنار هم زندگی می‌کردن. استکاک‌هایی وجود داشت که در بسیاری از کشورهای جهان بود و کتاب‌هایی هم که اونجا چاپ می‌شد درباره زبان فارسی، نامش کتاب آموزش فارسی بود. ولی پس از شورش 57 و فروپاشی ارتش شاهنشاهی، شوروی به افغانستان یورش برد، پروژه موساد چند گام به پیش رفت
و امروز به جایی رسیده و اینقدر خوب تونستن با این سایبری‌های موساد، سایبری‌های پارسیدان موساد جوی رو در افغانستان ایجاد کنن که اگر یک پارسی زبان بخواد با یک پشتون زمانی که درگیر میشه، یکی از ناسزاهایی که میخواد ممکنه بهش بگه اینه که برو ای تخم یهودی. یعنی پوزش میخوام این گونه گفتم که شما میخوام تصور بکنید، یعنی برای خیلی ها در افغانستان جا انداختن که پشتون ها یهودی تبارن، این کار موساده. نه، این گونه نیست. پشتون بازم میگم از زبانش که یکی از زبانهای شرقی ایرانیه، از چهرهش، خونش، تبارش، جامعه تنش همش ایرانیه، مانند تاجیکا و دیگر تیرهایی که در افغانستان هستن. همه ما هم تباریم، داره ریشه های مشترک هستیم با مردم افغانستان، تاجیکستان و جایی که کردها زندگی میکنن، مردم کفکاز یا قفقاز. و یه چیزی هم بگم شاید براتون جالب باشه، یکی از بازمانده های رویداد الله داد که از پایه‌گذاران مکتبی شورش 57 بود، علی شریعتی بود که پدر زنش 2-3 سال با ازدواج دخترش با علی شریعتی مخالف بود، و یکی دیگه شون هم چهره یکی شاید برخی از شما بشناسین، سید حمید رضا موسوی نژاد با نام جعلی شاهین نژاد، پدر بزرگش آیت الله سید محمد موسوی نژاد بود، یار قار واعظ توسی سلطان یا فرمانروای آستان قدس رضوی، و آیت الله شکر مکارم شیرازی که ایشون سالها این سید حمید رضا موسوی نژاد و با نام جعلی شاهین نژاد سالهاست داره در میان پادشاهی خان درگیری و اختلاف و دشمنی میافکنه، دشمنیش با خاندان پهلوی به ویژه با رضا شاه دوم هستش. یکی از افراد اصلی برای فروپاشی شورای ملی بود و یکی از کسانی بود که با برنامه ریزی او ققنوس منفجر شد و بر انحراف رفت و سپس فروپاشید. اینا رو دست کم نگیریم، عملکرداشون رو بررسی بکنیم و با هر آنچه که بوی ایران ستیزی میده پیکار بکنیم، نبرد ایران خواهانه بکنیم و هر کسی در هر کجای جهان که ایران رو دوست داره دوستش داشته باشیم و بهش یاری بکنیم و از اگر دانشی داره در این زمینه از هر کشوری ملیتی که هست از دانشش بهره ببریم برای ساخت ایران. سپاسگزارم براتون که زمان دادید، بهترین ها رو برای مردم ایران، همه هم تباران هم زبانان خواستارم. خواهش میکنم اگه امکانشو دارین در خونه بمونین، سفر نرین تا این بدبختی و گرفتاری کرونا از سر ما مانند جمهوری اسلامی بیفته. یعنی امیدوارم که همچنان که این کرونا میرود پشت سرش و یا همراهش بهتره بگم جمهوری اسلامی عبری عربی برود در زبالدان تاریخ. بهترین ها را آرزو دارم که تندرستی و شادیست برای همه شما، پاینده ایران جاوید شد. سپاس از شما دکتر جان، بدرود. بله دوستان، سپاس از این که تقریبا 3 ساعت و 30 دقیقه با ما همراه بودید و خواهشی که دارم یک بار دیگه برنامه رو پخش کنید. دوستان در آینده که در اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب برنامه رو میبینید حتما برنامه رو منتشر کنید. رسانه شما هستید، همونطور که میدونید فیسبوک خیلی محدود کرده برنامه رو، خصوصا برنامه‌ای که در رابطه با اسرائیل یا طالبان الان ساخته میشه بسیار بسیار محدود میکنه و احتمال داره حذفش کنه. حتی به خاطر همین لطفاً منتشر کنید، دانلود کنید سریع و منتشرش بکنید و رسانه شمایید، ما کارمون رو انجام میدیم بدون وقفه و ویدیوهای کوتاهی که میذاریم اونا رو پخش کنید. ما بیشتر تمرکز کنیم رو ویدیوهای کوتاه که بازخوردش خیلی بهتر باشه. از اینکه با ما بودید سپاسگزار هستم، قدردانی میکنم. بهترین ها رو طبق معمول همیشه برای شما از صمیم قلبم آرزو میکنم. پاینده ایران و ایرانی برافراشته با پرچم سرنگ شیر خورشید نشان، تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاوید شاه تنها کلام من است. تا درودی دیگر، بدرود. ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمده ایم تا به تو بگوییم آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم. بچه‌ها 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 بچه‌ها
اگر وارث طبیعی یک رژیم سلطنتی باید برای این کار تربیت بشود، ذهنش آماده بشود، مطالبی که باید بداند یاد بگیرد، انضباطی که باید پیدا بکند پیدا بکند. ولی این را هم من میگویم که اون وارث به اصطلاح قانونی و روحانی پادشاه است، ولی شما 30 میلیون جمعیت فعلی این مملکت و یا چند میلیون بعدی همتون وارث سیاسی پادشاه